سلام و تقدیم ارادت با سلام و درود خدا به روان پاک اشرف انبیا محمد مصطفی به ادامه برنامه در باقی مانده برنامه این جلسه ادامه می دهیم. صحبت های سودمند دیگری مطرح شد در اینجا که کار ما رو با قرآن به تعویق انداخت و از این نظر احساس دین می کنیم به مأموریتی که پذیرفتیم، ولی در این حال امیدوارم که پاسخی که به سوال بیننده قبلی داده شده بود قانع کننده باشد و باعث ازدیاد حب و دوستی بین باورمندان شیوه های مختلف خداپرستی بشود، به هر راه و هر طریقی که هستند. در این ساعت خطوط تلفن رو باز میکنیم برای شنیدن فرمایشات شما عزیزان، ولی قبل از اون دوست محترمی پرسیدند که آیا بیمه و مالیات در اسلام مجاز است؟ بیمه یک تعهد فردی است که فرد تعهد میکند، یک قرارداد است و طبعا هم مجاز است هم وظیفه ماست که در کار بیمه تعهدی که میکنیم انجام بده. و در مورد مالیات هم یک تعهدی است که شما مشاعن نسبت به بقیه افرادی که در یک محدوده سیاسی با شما زندگی میکنن متعهد هستید. یعنی شما وقتی حکومت انتخاب میکنید یا حکومتی رو میپذیرید، یعنی شما مثلا در ایران افغانستان تعیین حکومت میکنید یا تعیین شهریت میکنید یا تعیین تمدن میکنید، یک کشوری رو وفادار میشید یا کشوری رو قبول میکنید، تعهداتی که نسبت به ادامه حیات اون واحد سیاسی دارین اسمش مالیاته و این مالیات رو نماینده های شما معین میکنن. یعنی در واقع شما وکیل انتخاب میکنید، وکیل شما رو متعهد میکنه. یا مثلا با جاهایی که ما مهاجرت میکنیم، در واقع ما از یک قرارداد موجود استفاده میکنیم و اون قرارداد رو ابرام میکنیم یا قبول میکنیم و اداپت میکنیم به قول فرنگی ها و میپذیریم و بنابراین ما قبول تعهد میکنیم، یا اینکه تعهد خودمون مستقیما انجام میدیم یا تعهد موجودی رو با قبول تابعیت یا اقامت در یک کشور میپذیریم. مالیات نه تنها مجاز است بلکه یک حکم واجب است برای همه ما، همینطور موضوع بیمه که یک امر اختیاری است، میتوانیم قبول بکنیم میتوانیم قبول نکنیم بر حسب اینکه خود ما پذیرفتیم یا نه، ارتباطی با دین به اون معنا پیدا نمیکنه. به هر حال سوال مهمی که مطرح فرمودید و هر سوالی که شما میکنید سوال هزاران هزار نفر انسانه و وسیله میشوید که به اونها پاسخ داده بشود. بیننده محترمی همینطور که با سلام و تشکر فراوان و در قرآن بیمه من شده یا خیر که بعد سوال دیگری کردن و جناب میر انصاری بیننده دانشمند متفکر ما سوال کردن که اگر یک نفر نوزاد خود رو نسبت به اینکه خانم ایشان نمیتواند که طوری که لازم است از طفل مراقبت کند، طفل نوزاد رو به شخص دیگری به فرزندی میدهد و بینشان تعهد زبانی صورت میگیرد و بس، آیا بعداً به اسم طفل تذکره یا هویت و رسمی میسازد یا خیر؟ پاسخشون سوالشون این است که آیا فرزند خواندگی به بیان دیگر در اسلام مجاز است یا مجاز نیست؟ گفته می شود که در قرآن در مورد پیامبر اسلام گفته شده است که او دارای فرزند خوانده است، چنین چیزی در قرآن نیست، این اساءه ادب و توهین به مقام و شخصیت رسول اکرم است. یعنی ما ایشان رو، من که خیر، البته کسانی که این ادعا رو دارن کسانی هستند که مستقیم یا غیر مستقیم ایشان رو به ارتکاب عمل خلاف متهم میکنن. در قرآن انفاق التیمیت یا حد اکثر
محل موجود برای مساعدت و برای یاری دیگرانه. چیزی مافوق انفاق در قرآن وجود ندارد. فرزند خواندگی به این معنا که اگر از شما از فرزند کسی حمایت میکنید امر مجازی است. اگر که حمایت از فرزند دیگری لازم به تغییر مکان اون فرزند است، مثلا فرض بفرمایید که پدر مادری در جایی هستند که جنگ و خونریزی است در اونجا و دولت‌های خارجی به افراد مسن اجازه سفر یا خروج نمیدند و این بچه در نداری، در فقر، در عدم بهداشت، در عدم امکانات و در خطر مرگ قرار داره و دولت به او پاسپورت یا جواز میدهد که از اون مملکت خارج بشود و شما میخواهید به او کمک بکنید. شما این بچه رو میپذیرید، این فرزند رو میپذیرید. یعنی باز هم اصل انفاق حاکمه. انفاق یک وقتی در محل به این بچه میشه، یک وقت انفاق رو بایستی که جوری انجام بدیم که اون شخص رو از محلی که از خارج کنیم. فرض کنید که الان یک عده‌ای در افغانستان هستند که شما میخواید به اینها انفاق بکنید. بعضی از اینها هستند که شما در همون محل باید به اینها انفاق بکنید. بعضی از این افراد هستند که شما بایستی که اینها نزد پدر مادرشون که هستن به اینها انفاق بکنید. مثلا یک کسی مادرش چند لحظه بیننده محترم اجازه بدن این بحث تمام بشه یا روی خط باشن یا مجددا تلفن کنند. شما وقتی که به یک خانه مراجعه میکنید، فرض کنید که یک بچه ای در افغانستان در محل جنگ قرار داره، شما باید فکر بکنید که آیا می توانید که به این بچه در اونجا کمک بکنید یا این بچه رو باید از اون منطقه خارج کنید. یک وقت می بینید که یک بچه مادری است که پدرش مرده، مادر این چند فرزند دیگه هم داره، درآمدی نداره. شما برای نگهداری از این بچه باید از اون مادر نگهداری کنید تا اون مادر بتواند که به این بچه سرویس بدهد و پذیرایی بکند. اما یک وقت میبینید که یک بچه هست، پدر مادرش هر دو معتادن، هر دو فاسدن، هر دو گمراهن و یا اینکه برای منافع این بچه خوب نیست که مثلا مادر هروئینی یا پدر هروئینی داشته باشد. در این حالت شما انفاقی که به این بچه میکنید با نقل مکان او همراهه. ممکنه او رو بیارید و به عنوان فرزند، به عنوان فرزند نه فرزند، در منزل خودتون نگه بدارید. حالا این فرزند رو که شما در منزل خودتون نگه داشتید، سوال شما این است که آیا من میتوانم هویت او رو عوض کنم یا نه؟ قطعا نه، برای اینکه یک دروغ است. هیچ وقت زید فامیل پیغمبر رو به خودش نگرفت و در قرآن آیه صریحی هست که این محمد پدر هیچ کدام شما نیست. دروغ نگویید، چه زید باشد، چه عمرو باشد، چه هر کسی دیگری. این پیامبر پدر فرزندان خودش هست، نه پدر فرزندان شما. هر چقدر هم که به پیامبر نزدیک باشند، زید هم که باشند، باز هم فرزند پیامبر نیستند. فرزند خواندگی به شکل تغییر هویت در اسلام یا امر حرام است، به خاطر اینکه با دروغ سر و کار دارد و بالاتر از همه سنت قرآن این است که هویت افراد حفظ بشود، به علت اینکه در اسلام ممنوعیت ازدواج وجود دارد بین هویت‌های مشخص. مثلا خواهر با برادر نمیتواند که با هم ازدواج کند. اگر شما هویت کسی را عوض کنید، مثلا یک دختری رو شما به دختر خواندگی میارید، بعد بابای این اسمش حسین است، شما عوض میکنید، اسم خودتون حسن میذارید روی این بچه، مثلا اسم این بچه هست، فرض بفرمایید که عایشه فرزند حسن، در صورتی که عایشه فرزند حسین بوده، فرزند حسن نبوده، اون وقت این بچه بزرگ میشه، تبدیل به یه دختر جوانی میشه، موقع شوهر کردنش میشه. اتفاقا شما هم با همسرتون جدا میشید و یک همسر دیگری میگیرید. حالا این اسمش عایشه بود و اون همسر دیگر اسمش خدیجه است، یک همسر دیگری میگیرید اسمش فاطمه است، از او یک بچه پیدا میکنید، از این یک بچه پیدا میکنید، یک پسری پیدا میکنید که این پسر فرض بفرمایید که اسمی داره که
با اسم اون دیگری فرق میکنه، یا کسانی که این دختر بچه رو شما از اونها گرفتید و دختر خوانده خودتون کردید و گفتیم که اسم پدرش حسین بوده، اسم شما حسن بوده، حالا اون حسین رفته ازدواج کرده، یک پسری پیدا کرده، پسر این بزرگ شده، اتفاقا در مدرسه یا در مکتب یا در دانشگاه با این دختر آشنا شده، با این دختری که خواهر اوست، پرسیده ازش که من خیلی از شما خوشم میاد و عاشق شما هستم، میخوام با شما ازدواج کنم، ببخشید شما اسمتون چیه؟ اسم من فاطمه. اسم پدرتون چیه؟ حسن. خب خدا رو شکر که به اسم پدرتون حسین نیست، من هم اسمم مثلا فریبرزه، اسم پدرم هم یه چیزی دیگه است، در حالی که اینا خواهر و برادر هستن با هم دیگه. از نوع این اشتباهات ممکنه که در تاریخ زیاد به وجود بیاید و حکمت‌های دیگری هم در این کار موجود است. مجموعاً این که برداشت و استنباط من فقیه نیستم، الحمدلله که نیستم و حکمی هم در این مورد صادر نمی کنم، قانونساز هم نیستم، من یک انسانی هستم با یک شعور متوسط و متعهد که اون چرا که از قرآن درک می کنم با حکمت درک خودم و با دلیل و استدلالی که چرا اینطور برداشت می کنم اونها رو در اختیار شما بگذارم صادقانه و در کمال صداقت و تصمیم رو به خود شما واگذار کنم. به نظر من فرزند خواندگی احتیاج به تغییر هویت نداره و تغییر هویت یکی از گناهان بزرگی است که تصور میکنم قابل بخشش نباشه. اگر این بینندگان محترمی که با عرض معذرت ما صدای اونها رو نتوانستیم بگیریم میتوانند که تلفن کنند و مطالب خودشون رو مطرح بکنن تا من در این حال من نگاه بکنم که در این فیسبوکی که ما داریم به این سوالات ما بتوانیم که پاسخ بدهیم. ما سعی میکنیم که پذیرای تلفن های شما باشیم به خاطر اینکه ما اگر که وارد سوال جواب در قرآن بشه در مسائل شما بشویم، یا اینکه اگر ما شروع به طرح آیه دیگه از قرآن بکنیم ناچار خواهم بود که از تلفن های شما پذیرایی نکنم و به هر حال میپردازیم به تا زمانی که شما تلفن بکنید اقلا مقدمه آیه شماره 182 رو از قرآن آغاز کنیم و در این حال منتظر تلفن های شما هم باش و بعد از این سعی میکنیم که اقلا یک یا دو بار در هفته مدتی یک ساعتی رو در اختیار شما بگذاریم که مطالبتون رو بیان بکنید و اگر که در مورد عرایضی که در اون برنامه شده و مطالبی که اونجا ذکر شده اگر که توضیحی دارید یا اصلاحی به نظر شما میرسه خیلی سودمند خواهد بود، هم برای من و هم برای بینندگان دیگه که بتوانیم که از نظریات شما هم برخوردار بشیم. سلام عرض میکنم حضورتون، بفرمایید. الو، بفرمایید، خواهش میکنم. جناب عالی، من آقاسی هستم، بفرمایید. سلام آقای جناب آقای دکتر آقاسی، درود بر شما، درود پروان. زنده باشید. عرض کنم که من پروانه صدریان هستم از تورنتو. بفرمایید. هم اصطلاع نویسندم، هم لیسانس ادبیاتم و هم از بچگی در کتابخانه پدرم بسیار مطالعه کردم از سن 12-13 سالگی تا الان که 60-70 سالمه. عرض کنم که من به اصطلاح بسیار از بچگی خداشناس بودم، یعنی تمام خانوادم، پدرم یکی از بزرگان مذهب بود و دین اسلام داشتیم و از کتاب هایی که خوندم کتاب ناسخ و تواریخ سپهر، بله، کتاب از حبوط آدم شما مطلبتون رو ببخشید. خودم هم لیسانس ادبیاتم، میخواستم عرض کنم که شما بسیار انسان عادل
مهربان، فیلسوف، نجات دهنده مردم، بی سواد یا با سواد، بسیار متین و ناجی انسان ها هستید و من خیلی به شما ایمان دارم. امیدوارم که همیشه به اصطلاح به مردم تمام جهان مخصوصا ایرانیا فرمایشاتون بفرمایید، برای که واقعا بدون هیچ گونه چشم داشتی من قیافه شما رو یک آدم عادل و متین میدونم و امیدوارم که همیشه زنده باشید و از خانمتونم بسیار متشکرم که همیشه مزاحم ایشون میشم، تلفن میخوام. حالا میخواستم بگم که فقط همین عرض داشتم که سوالی ندارم، ولی میخوام بگم که تأیید حرفایشات حضرت عالی رو میکنم کاملا و امیدوارم که گاهی اوقات روی خط، خیلی تلفن الان کردم نمیدونم چرا نمیگرفت، یعنی نمره رو مرتب میگرفتم ولی خب یکی میزادم دو ولی قطع میشه، یعنی چیز میشد نمیدونم، شاید بلد نیستم. در صورت امیدوارم که شما همیشه زنده باشید، چون رسالت از طرف خدای بزرگ که خالق پروردگار جهان و آفریننده کل کائنات کهکشان ها و انسان ها هست. بتونیم بسیار تلفظتون عالیه و بسیار بدون ریا صحبت میکنید. من پروانه تدیان از تورنتو. امیدوارم که اینطور باشه انشاءالله. خواهش میکنم با کمک ها و مساعدت های شما و دوستان شما انشاءالله که در این راه پیش خواهیم رفت. یک دنیا ممنونم. انشاءالله همیشه موفق باشید. زنده باشید انشاءالله. یعنی هستن به جهان خورم از آنم که جهان خورم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. زنده باشید. تشکر. منو بپذیرید. خدا نگهدارتون باشه. سلام عرض میکنم، بفرمید. سلام علیکم. سلام بر تمام بینندگان عزیز. من فقط سوالی داشتم، چون در برخورد با دیگران که یا مثلا جلساتی که هست یه سوالاتی ایجاد میشه که دوست دارم اینا رو مطرح کنم که ببینیم که چرا اصلا مردم چنین بینش هایی دارن و چنین اندیشه هایی دارن. مثلا یکی از مسائل بسیار بسیار مشکلی که وجود داره اینه که ما هم از قرآن هم از کتاب‌های عرفای خودمون همیشه یه انتظاراتی داریم که فکر میکنیم که اینها برای ما باید قانون وضع بکنن، یعنی مسئله ما رو باید اینها حل بکنن به وسیله یه قانونی که اینها میذارن. میخواستم اینو بگم که خود قرآن کتاب قانون نیست، ولی خب آبیاری قانون، یعنی آموزش میده که به انسان در مسیر قانون قرار بگیره. کتاب نجوم هم نیست ولی یه حالت آبیاری داره. مثلا ببینید مولانا، حالا من نمیگم مولانا قرآن با قرآن کتابش یکی هست یکی نیست، اصلا خب نمیتونم یکی باشه، خودش چنین انتظاری نداشت. ولی مثلا ما میبینیم که افرادی که خواستن، ما میدونیم که مولانا به هیچ عنوان من الوجوی راجع به فلسفه کلاسیکی اطلاعاتی نداشت. داریم ما میدونیم که مثلا هگل و اینهایی که میخونن و اینها بیان میکنن، میدونیم که اینها رو در یک مسیر هدایت به این مسیر قرار داده، یعنی تأثیر گذاره. ولی این من نمیدونم چرا باید مردم فکر کنن که قرآن کتاب و قانونه، ازش بخوان قانون در بیارن، یا بگیم که مثلا مولانا کتاب قانونه، این گونه فکر میکنه که بخواد مسائل مردم رو حل بکنه. اینها فقط فکر میکنن که یه مسئله رو ایجاد میکنن برای فکر کردن که بتونن مردم مسائل خودشون رو خودشون حل بکنن، ولی متاسفانه نه تنها این کارو نمیکنن بلکه این عرفای بزرگ ما رو هم در مقابل هم میذارم. مثلا خیام رو میگن خیلی آدم سریعیه، خیلی، البته این گونه هم بوده، خیام بحثی نداره روی چیزهای شعرش، میلیون ها سال هم بگذره اون اشعار ممکنه پابرجا بشه،
ولی این که مثلا خیام رو در مقابل حافظ قرار دادن یا نمیدونم این یکی رو در مقابل اون یکی قرار دادن و ایجاد به اصطلاح ایجاد دعوا کردن و ایجاد چیز کردن، در صورتی که اصلا نه خیام رو میخونن، نه مولانا رو میخونن، نه قرآن رو میخونن. اینا یه مسائلیه که داریم. فقط اینو مسائلی که مثلا الان این من خودم شخصا هر چقدر بیشتر که قرآن رو میخونم از این افرادی که ادعای اسلامی دارن خود فاصله دارم میگیرم و وقتی که ایدم رو به اینها بیان میکنم میبینم که نه خیر اصلا اینها یه نوع فکر دیگه میکنند و یه حالت برخوردی بد جوری داره به اصطلاح ایجاد میشه و خود به خود به قول من ما که نمیخواییم تفرقه داشته باشیم میبینیم در یک بحثی نه ایشون اطلاع داره، مثلا میگیم ما هم اطلاع نداریم، داره ایجاد تفرقه میکنه، ایجاد جدایی میکنه و نمیدونم این مسئله بر چجوری حل کرد. گفتم اگه شما بتونید این مسئله رو حل بکنه، این مسئله بدید یه طریقی بشه آدم بتونه مسئله رو مطرح بکنه، شاید بتونیم یه راه حلی پیدا بکنیم. خواستم ببینم که نظرتون چیه راجع. حتما، یک دنیا ممنونم از اینی که وقت میگذارید و با این دقت به نظر میرسی که همه مطالب رو یادداشت میکنید و امیدوارم که به این کار خیرتون ادامه بدین و این سوالاتی رو که انسانها رو از خواب بیدار میکنه بیشتر مطرح بکنید و در برنامه های دیگه. من با اجازتون پاسخ شما رو بعد از اینکه این تلفن دوست دیگری رو که چندین بار روی خط آمدن و توفیق نشده با شما خداحافظی میکنم و در مورد فرمایشاتتون یکی دو تا توضیح تکمیلی دارم که تقدیم خواهم کرد. باز هم سپاسگزاری میکنم از همکاریتون با ما و از مساعدت هاتون و از همه حمایت هایی که از ما میکنید تشکر میکنم و توفیق شما رو از خدا آرزو میکنم. خیلی ممنون، متشکرم، خدا حافظ. دوست محترم دیگری که چندین بار تلفن کردند و پوزش میخوام از حضورشون، باز هم تلفن کنن ما از تلفن برمشاتشون رو بشنویم. این دوست آخری، این شخص محترمی که تلفن فرمودن در مورد قانون صحبت کردن، ضمن تایید فرمایشاتشون عرض میکنم که قانون یک وسیله است. قانون لااقل در اسلام قانون هدف نیست، قانون یک وسیله است که به یک هدف میبره ما رو، در واقع یک ابزاری است، مقرراتی است، یک قید و بندی است، شرایطی است که ابزار و اسبابی است که ما رو از یک جایی به یک جایی میبره. اون هدف هست که قانون در واقع تأمین وسیله میکنه و تأمین امکان میکنه برای رسیدن به یک هدفی. اون چی که در قرآن به عنوان هدف قرار داده شده عدالت و اخلاق هست و همینطور عقل هست، یعنی که قانون بایستی که ما رو ببره به جایی که در اونجا ما یاد بگیریم که چطور فکر کنیم، چطور تطهیر کنیم، خودمون رو پاک کنیم و چطور برای جامعه که در اون جامعه اخلاق و طهارت حاکمیت میکنه بتوانیم که بر مبنای طهارت و بر مبنای اخلاق بنایی بسازیم که اون بنای عدالت باشه، یعنی حاکمیت بر مردم رو به وسیله ایجاد کانسپت هایی که ما رو به عدالت میبره برای جامعه تهیه کنیم. یعنی علم کتابت به ما میده که ما قانونی وضع کنیم که اون قانون باعث بشود که در جامعه اخلاق توسعه پیدا بکند و در جامعه تعقل و حکمت توسعه پیدا بکند و بر اساس علم و اخلاق، عقل و اخلاق، عقلی که جامعه اخلاق برتن کرده و به شیوه اخلاقی تفکر میکنه و تعقل میکنه، چنین تعقلی و چنین تفکری که با
اسلحه و با تجهیزات اخلاقی مجهز و در واقع کامل هست، این برای ما قانون بسازد. به این موضوع در قرآن کتابت گفته میشه، یعنی تربیت افراد به اینکه ذکی باشند و به اینکه دارای اخلاق و دارای حکمت باشند، هم ذکی باشند هم دارای حکمت باشند، و در اثر حکمت و در واقع طهارت مجموعه اینها باعث بشود که اینها کتابت رو روی استوانه های اخلاق و عقل پایه‌گذاری بکنند. و قرآن میگوید اگر چنین کنند، قوانینی که وجود میآید بر این شرایط شما رو هدایت میکند به اینکه به جامعه‌ای برسید که قواعد اون جامعه قواعدی باشد که ایجاد عدالت و محافظت عدالت بکند در اون جامعه. و در جامعه‌ای که عدالت باشد، امنیت، ثروت، امکان و بالاتر از همه شرافت و کرامت آدمی حفظ میشه. این خلاصه فلسفه قانون و فلسفه هدف قانونه. اما چون محیط دائما در حال تغییره و در واقع کسانی که باید به قانون توجه کنند، یعنی هم کسانی که قانون میسازند هم کسانی که از قانون اطاعت میکنند، همه اینها در حال تغییر هستند. اینها بایستی که تابع قانونی باشند که اون قانون بتواند با وسایل اونها همکاری بکند. این است که هم محیط عوض میشه هم قانون عوض میشه، ولی قرآن عوض نمیشه. بر این اساس قرآن نمیتواند قانون باشد. سلام عرض میکنم با عرض پوزش مکرر و مجدد، امرتون رو بفرمایید. سلام عرض میکنم جناب آقا. سلام بر شما، خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم. خیلی متشکرم از برنامه‌تون. من سوالی داشتم در مورد سوره جمعه که جلسه قبل مطرح کردید. شما ذکر کردید که در حقیقت اساس آموزش رسول در مورد سه چیز بوده، یکی تزکیه است، یکی کتابت و یکی حکمت، و اشاره کردید که هر سه رو در حقیقت از طریق قرآن ما آموزش میبینیم و ایشون وظیفه هدایت نداشتن. اما مسئله که رو برای من مطرح شد اینه که وقتی صحبت حکمت میشه، بقیده من همونطور که کتابت روش قانونگذاری رو با ما آموزش میده در قرآن، حکمت رو در حقیقت با مثال هایی که در قرآن هست شامل هم فلسفه میشه، هم علم میشه، هم تجربه میشه، هم شناخت طبیعت و خلقت خداوند میشه. یعنی من بقیده من حکمت جدا از علم نیست. و اگر مثالی در قرآن میزنه در حقیقت مثل صحبتی که در مورد باد میزنه که باد چه فوائدی داره و عدم وجود باد باعث میشود که اصلا حیات وجود نداشته باشه، گیاه وجود نداشته باشه، اصلا غذا وجود نداشته باشه و جهان از بین میره، و مثالهای دیگه که در قرآن هستش در مورد ذرات، ساخت ذرات، ساخت جهان هستی، اینها رو به عنوان یک مثالهایی مطرح میکنه که ما را آموزش بده که دنبال علل بگردیم. چون تمام کاری که داریم انجام میدیم و بهش میگیم علم و دانش چی هست؟ اون چیزی هستش که ما به این قوانین حاکم که خداوند خلق کرده آگاهی پیدا بکنیم و از اونا بهره ببریم برای بهینه‌سازی زندگی انسان ها و زندگی خود ما. و در مقابل این هستش که ما مسئولیتی نسبت به طبیعت داریم، نسبت به دیگران داریم و غیر و سالک. در نتیجه شما اشاره کردی که حکمت رو از قرآن بیاموزیم. من میخواستم بگم که این حکمت رو در حقیقت روش تحقیق، روش مطالعه، روش کند و کاف کردن رو قرآن آموزش میده. اما وقتی ما میگیم حکمت شامل اقتصاد میشه، روانشناسی میشه، جامعه شناسی میشه، فیزیک
فیزیک، شیمی، همه اینا رو میده. اونا رو آموزش به ما نمیده. آفرین. اما روشش رو به ما یاد میده که همیشه سوال کنیم، همیشه در پی علل باشیم و با شناخت قوانین حاکم در جهان هستی بهینه سازی بکنیم. من نظرم این بود در این مورد که من حکمت رو وقت از قرآن بیاموزی. من وقت میگم این گسترشش خیلی بیشتر از این روز. ضمن این که تقاضا میکنم رو خط باقی باشید، چون سوالات دیگری هم از شما دارم. عرضم این است که ضمن تایید فرمایشاتتون، قرآن به ما نمیگوید که به چه بیاندیشید. قرآن به ما میگوید که چگونه بیاندیشید. به خاطر اینکه اگر قرآن به ما میگفت که به چه بیاندیشید، خب ما در زمانی که قرآن نازل شده بود بنا بود که به شتر بیاندیشیم و عرض کنم حضورتون که به صحرا بیاندیشیم، به جنگ بیاندیشیم، به فقر و به قحطی بیاندیشیم. و اندیشه ما شریعتی میشد که شریعت اسلام عبارت است از این که هر مسلمانی باید صبح تا شب به شتر فکر بکنه تا به کمال برسه. به همین مناسبت قرآن نمیگوید که به چه بیاندیشید، چون اندیشه ما و اون سابجکتی که ما مورد تفکر و تعقل قرار می دهیم مثل موارد قانونی در طول تاریخ زندگی بشر متغیره. یعنی ما اگر که در زمان پیامبر تعقلمان محدود بود به اینکه شتر رو بشناسیم، که این شتر مثلا چطور میشه که 30 روز در بیابان راه میره و آب نمیخوره، یا اینکه گاو چطور است که مثلا نشخوار میکنه، یا نمیدونم فلان حیوان چه میکنه، اون وقت هم ما تعقل میکردیم، هستی شناسی میکردیم، پایه‌های فلسفی داشتیم برای فکر کردن. اما قرآن اگر میآمد و ما رو محدود میکرد که شما برای پیدا کردن خدا باید به گاو و شتر فکر بکنید، اون وقت اگر این تبدیل به شریعت میشد ما ممنوع میشدیم امروز هم که به هواپیما فکر بکنیم، به موشک فکر بکنیم. قرآن ما را آزاد گذاشته و حکمت یا تعقل در واقع همونطور که اشاره فرمودید هم شامل میشه بر فلسفه، هم شامل میشه بر علم و هم تجربیاتی که منتج به علم میشه و هم به طور کلی روش‌های هستی شناسی رو ما حکمت میگوییم، که حالا در رابطه با عقل و عقل در رابطه با فلسفه، فلسفه در رابطه با استدلال، استدلال در رابطه با تجربه، همه اینها مثل کلاف به هم دیگه زنجیره شدند و به هم دیگه مرکب و آمیخته شدند. بنابراین در تایید فرمایشتون عرض میکنم که اون چرا که قرآن به ما میآموزد و تأکید میکند که بیاموزید همون روش تعدیلی است، علتیابی است، که شما از هر چیزی که میبینید این رو به عنوان یک بار به عنوان معلول قرار بدید تا علتش رو پیدا بکنید و یک بار به عنوان علت به این نگاه بکنید تا معلولهای احتمالیش رو ببینید. یعنی شما از هر پدیده‌ای در هستی که نگاه میکنید هم به علت نگاه میکنید هم به معلول، یعنی هر چیزی رو معلول یک علتی میبینید و خود اون چیز رو علت یک معلول دیگه میبینید. و اگر به این ترتیب تعقل در واقع تعلیلی رو ما در پیش بگیریم که قرآن از ما همین رو میخواد. ولی موضوعی که شما فرمودید اشتباه بسیاری از افراد هست که تصور میکنن که چون معنی حکمت علم یکی از معانیه یا ابزار کار حکمت علمه، بنابراین قرآن کتاب علمه و میگویند این کتاب علم چرا راجع به هواپیما چیزی نگفته یا چرا راجع به موشک چیزی نگفته، بنابراین کتاب بی خودیست و به کار نمیاد و به درد نمیخوره. همینطور که میگویند که این کتاب قانون نداره، اگر کتاب قرآن ارزشی داشت بنا بود قانون داشته باشه، چون قانون نداره پس کتاب بی اعتباریه. اما یک عده‌ای پیدا میشن که برای قرآن قانون درست میکنند و میگن نه شما اشتباه میکنید، قرآن دارای قانونه. در حالی که همینطور که بارها با خود جناب‌عالی صحبت کردیم، قرآن بر اساس اختیار دادن و مختار اعلام کردن انسان نمیتواند وضع قانون کند، چون قانون سلب اختیار میکنه از آدم و فقط آدم خودش که میتونه از خودش سلب اختیار بکنه.
و خدایی که به انسان اختیار داده، اختیار تا کجا داده؟ اختیار تا جایی داده که با خدا به محاربه بیسته. این اختیار خدا به ما داده، ما که خودمون رو خلق نکردیم. اون وقت این خدا نمیاد که به شما بگوید که من به شما عقل میدم، به شما امکان میدم، به شما قدرت میدم، استعداد میدم، توان میدم، علم کل اسماء رو میدم، علم بیان قرآن رو میدم و بعد به شما هدایت ارائه میکنم و در اختیار شما میگذارم و به شما مسئولیت میدم. تمام این سلسله و تمام این زنجیره اداره امور دنیا رو خدا میگه من برقرار کردم که تو با اختیار و با اراده اگر خواستی هدایت رو بپذیر، اگر نخواستی نپذیر. اون وقت انسانهایی پیدا میشن که برای لگد مال کردن و از بین بردن این دیوارهای ارتقاء بشر، دیوارهایی که به بشر کرامت میدن که بر سریر این بام قرار بگیره، برای قرآن قانون وضع میکنن و قرآن رو متهم میکنن به اینکه قرآن قانون داره. و چون قرآن قانون نداره ولی قرآن زمینه قانون سازی داره، اگر قرآن دارای قانون میبود، چون قانون یعنی وسیله و در قرآن قانون یعنی وسیله‌ای که شما رو به عدالت میرساند، به تزکیه میرساند، باعث حکمت میشود در شما. قرآن عبارت است از پایه‌هایی که شما در اون پایه‌ها کتابت یاد میگیرید، قانون گذاری یاد میگیرید بر مبنای عقل و بر مبنای طهارت. یعنی شما رو تربیت میکنه که شما به عنوان یک قانون گذار بتوانید که برای نیازهای جامعه معاصر خودتون قانون وضع کنید. و دو پایه بیشتر نداره قانون، یکی پایه اخلاق داشته باشه، یکی پایه تعلیلی داشته باشه، پایه عقل داشته باشه، که شما ببینید که علت فقر در دنیا چیست، فقر معلول کدام علته. این خشونت، بی‌عدالتی، بی اطلاعی، بی ایمانی، اینها نتیجه و معلول کدام علت هستند؟ اگر شما دارای حکمت باشید می توانید که تعلیل کنید، علت و معلول رو پیدا بکنید. اما بسیاری از افراد هستند که علت و معلول رو تعیین می کنند، اما چون دارای اخلاق نیستند می گویند علت فقر چیست؟ علت فقر این است که یک عده‌ای با ابزار غیر مجاز ایجاد قدرت و ثروت میکنن. میگیم خیلی خوب، ما فهمیدیم، ما منتظر همین بودیم، ما از این معلول به این علت رسیدیم، پس ما قانونی وضع میکنیم که ما به اون قدرت و به اون ثروت و به اون تکاثر برسیم. ملاحظه میکنید که وقتی که ما اخلاق نداشته باشیم اما عقل داشته باشیم، حالا قانونی که وضع میکنیم که فقر رو از بین ببره، فقر رو بیشتر میکنه. عاملی که باعث میشود که علم قانون سازی و حکمت به طرف زیبایی، به طرف نیکویی و به طرف دانایی حرکت بکنه، عامل فراموش شدن تزکیه یا اخلاق هست. به همین مناسبت هست که در قرآن به این دو پایه اساسی اشاره میکنه. اصلا میگه وظیفه پیامبر، این پیامبر و همه پیامبرها، هر چه دین است و هر چه آیه خداست، از این قاعده خارج نمیشود که خداوند به ما میآموزد از طریق پیامبر که تلاوت کند بر ما آیه هایی که به ما یاد بدهد. یعلمهم، نگفته است که یحکمکم، که بر اونها حکم بکند یا بر اونها حکمت یعنی حاکمیت داشته باشد، حکومت بکند. اصلا در قرآن ما نداریم. میگوید به اونها تعلیم بدهد. تعلیم یعنی شما باید آزادی داشته باشید که یاد بگیرید. اگر شما آزادی نداشته باشید چطور یاد میگیرید؟ اگر معلم آزادی نداشته باشه چطور به شما تعلیم میده؟ و تعلیم با تحکیم تفاوتش اینه که شما علم رو میآموزید و قبول ندارید، نمیخواید انجام بدید. میگویند اگر شما 2 رو ضرب در 2 کنید میشود 4، میگید که من نمیخوام 4 رو قبول کنم. ما هیچ قانونی نداریم که به شما رو تنبیه بکنن، مجازات بکنن که چرا گفتی 2 ضرب در 2 میشود 5. خسارتش رو خودتون میبینید. قرآن میگوید مسئولیت من مسئولیت تعلیم است. چه میآموزم به تو؟ 3 چیز میآموزم، 4 تا چیز هم نمیآموزه. تقسیم بندیه.
کار قرآن رو در سوره جمعه معین کرده، که اولین کاری که پیامبر می کند، اولا که پیامبر رو بارها خودتونم فرمودید، منم عرض کردم که پیامبر یک آدم امی بوده و بین بقیه امیین زندگی می کرده و از بین اونها برخواسته و چیزی نبوده که دارای الوهیت باشه، از کرات دیگه آمده باشه. ما نفهمیم که در درون پیامبر چه میگذره، به چه زبانی صحبت میکنه، با چه درجه علمی صحبت میکنه. فیلسوف، ما حرف فیلسوف رو نمیفهمیم. یه آدم معمولی، یک چوپان معمولی، یک تاجر معمولی، یک بروکر معمولی بوده که امانت داشته، باهوش بوده، ذکی بوده، همه اینها بوده، ولی آدم بوده، آدم معمولی مثل من و شما بوده، مگر اینکه مواقعی که به او وحی شده. میگه از این پیامبری که از امیین برخواسته، او رو به این منظور مبعوث کردیم و برانگیختیم. تنها زمانی که اراده شخص گرفته میشه در زمان بعثته، یعنی بعثت با گزینش یک تفاوتی میکنه که در حوزه بعثت شخص فاقد اختیار میشه. پیغمبر برای کارهای مختلفش اختیار داشته، ولی به عنوان رسول در مواقعی که وحی دریافت میکرده و وحی پرداخت میکرده، تلاوت میکرده، از خودش اختیاری نداشته. به این مناسبت میگه او رو برانگیختیم، نمیگوید که او رو انتخاب کردیم. به هر حال میگوید این آیات ما رو تلاوت میکند به سه مقصود. اولین کاری که میگوید که یتیم پیامبر انجام میدهد به وسیله آیات خدا این است که یزکی هم، یعنی اخلاق رو در این مثلث قرآن در صدر کار قرار داده، که اگر کسی اخلاق نداشته باشه، اگر کسی طهارت نداشته باشه، اگر کسی فایده طهارت رو نفهمه، فایده زکی بودن رو نفهمه، بقیه علوم و بقیه اندیشه ها و افکار شیطانی خواهد بود. ممکن است که علمی باشد، ممکن است مؤثر باشد، ولی نافع نخواهد بود، مفید به حال جامعه نخواهد بود. اولین چیزی که میگه دین به شما یاد میده این است که اخلاق پیدا بکنید، خالص بشوید، تزکیه بشوید و نیکویی و احسان بیاموزید. بعد مرحله دوم به اونها کتابت یاد میده. حالا آدمی که دارای اخلاق، قانونسازی به این یاد میده. به چه ترتیب قانون بسازد؟ با اتکاء به حکمت قانون میسازد. یعنی پای خودش رو روی حکمت استوار میکنه، که همونطور که تشریح فرمودید حکمت بر تعقل، فلسفه، علم، تجربه و شناخت و به طور کلی هستی شناسی و واقعیت شناسی و نهایتاً خداشناسی. میگوید کسی که دارای اخلاق باشد و دارای علم وضع قانون باشد و قانون رو بر اساس قانون علیت، یعنی یک فرد اخلاقی قانون وضع میکند بر اساس علیت و بر اساس عقلانیت، اون وقت این شخص در واقع قانونی که وضع میکند نماینده احتیاجات جامعه و یک محمل و وسیله ایست که بتواند که ما رو به اون جایی ببرد که قرآن میگوید هدف از همه این قرآن که همه آیات الهی است، یک هدف واحد بیشتر نیست و اون رسیدن به عدالت اجتماعی است. چون دین برای ما آمده، دین برای حیوانات نیامده، دین برای خدا نیامده، دین برای فرشته نیامده، دین برای مقدسین نیامده، دین برای همین آدمهای آمده مثل من و شما، با همه غرایز حیوانی، با همه غرایز انسانی، با همه خصوصیات خوب و بد. این دین برای من و تو آمده است و برای تعامل من و تو آمده است. برای این آمده است که من و تو حق و مسئولیت رو چطور در تعامل قرار بدیم، چطور خرید و فروش کنیم، چطور داد و ستد کنیم، چطور نعمتهای این کره زمین رو بین من و تو، من و توی نوعی تقسیم بکنیم. این است که این دین ربطی، یک شاخه دین همین هست که اگر خواستی خدا رو بشناسی، خب خدا رو هم بشناس. اصلا با خدا ما در دین کاری نداریم. اگر شما به درجه تزکیه رسیدی و فهمیدی که نیاز جامعه به قانون است و قانون زمانی میتواند امنیت و منافع تو رو محفوظ بدارد که تو امنیت دیگران رو حفظ بکنی، و الا اگر جامعه‌ای بنا کنی که در اون جامعه امنیت نباشد،
همه درآمد خودت و دیگران رو مثل دنیای امروز باید صرف بکنی که حکام بزرگ دنیا در بزرگترین زندانهای دنیا زندگی میکنند. الان ما در این کره زمین حاکمی داریم که در زندانی زندگی میکند که 10,000 نفر مراقب در اون زندان هستند و او فکر میکنه که مردم رو زندانی کرده، در حالی که خود او در این زندان شیشه‌ای به سر میبره. کدام جنایتکار رو شما در دنیا میبینید که در زندانی باشد که برای 1 نفر 10,000 نفر قراول و نگهبان بگذارند و چون عقل هم نداره خوشحال هست، افتخار میکنه که من در زندانی زندگی میکنم که 10,000 نفر مراقب دارم که فرار نکنم از این زندان، و زندانی است که حتی در زندان رو که باز میکنن جرأت نمیکنه از زندان بیرون بیاد. اینها همه مال اینه که ما هدف قانون رو نمیشناسیم و فکر میکنیم که این آب این استخری رو که ما هم از این آب باید بخوریم، اگر گلالود کنیم دشمنان ما میمیرند، ولی در حالی که ما متوجه نیستیم که خود ما هم جز این آب این استخر آب دیگری نداریم. من خاطرم هست که یک فامیلی داشتیم خیلی مسن بود و اینها به فرزندش میگفت که گوشت رو میگیرم و دور دنیا میچرخونم تو رو برای تنبیه شدن تو، اینا انقدر دور دنیا میچرخونم تا خسته بشی آدم بشی. اون بچه میگفت به خردسالیش که خودت کجا هستی؟ خودت هم با من میچرخی یا نمیچرخی؟ و اون مادر پاسخی نداشت که به بچه بده. حالا ما وقتی این دنیا رو آشفته میکنیم و ستم ایجاد میکنیم و امنیت رو از بین میبریم، اول دفعه زندگی خودمون رو بدون امنیت میکنیم. شما نظرتون راجع به این که عده‌ای از افراد معتقد هستند که قرآن اگر قانون نداشته باشه ناقصه، عده دیگری هم معتقد هستند که قرآن اگر قانون می‌داشت ناقص و محدود بود و چون قانون عوض میشه، چون قانون یک وسیله است، مردم وقتی که عوض میشن وسیلهشون هم عوض میشه، عقلشون هم عوض میشه. نظر شما چی؟ جالب هستش که جهان همه چی در حال حرکت، همه چی دینامیک، از توی اون ساب اتمیک بگیرید، کوانتوم بگیرید که همه ی به قول معروف ساب اتمیک پارتیکل ها در حال رقصن تا کهکشان ها و یونیورس. چطور ممکنه یک چیزی که همش در حال حرکته، به قول عرفانی همه چی در حال حرکته، چطور میتونه یک چیزی ثابت باشه؟ امکان نداره. کتابتی که من به نظر من اون چیزی که من میشناسم پایه ها و ارزش ها رو در قرآن بیان میکنه برای قانون گذاری، همین، بیشتر از اینم نیست. و انسان ها اگر اختیار نداشته باشن معاد مفهوم نداره. شما اگر اختیار نداشته باشید که انتخاب بکنید، بعد معاد بی مفهوم میشه، اصلا بی معنی میشه. اما اون سه اصلی رو که در جمله مطرح میکنه چقدر حیاتی هست. الان شما در بی عدالتی های موجود در جهان که داریم زندگی میکنیم نگاه بکنید، جهان خاری امپریالیست رو نگاه کنید، چی رو داره؟ کتابت رو داره، علمم داره، چیزی که نداره اخلاق. تمام بی عدالتی های موجود به عدم وجود اخلاقه، وگرنه قشنگ میدونه چطور قانون گذاری بکنه، شرایط قانون گذاری چیه. تمام این دستکایی که در آمریکا میبینیم خیلی قشنگ هم بلده قانون گذاری بکنه، علمم که داره، آدم ها رو میکشه، میلیون ها نفر بعد از جنگ دوم جهانی رو کشته، شاید بگیم که 50 میلیون انسان رو کشته با این اسلحه هایی که داره. حتی اون کسی که اکثر این دانشمندی که در آمریکا هستن در صنایع نظامی کار میکنن، یعنی 1 تریلیون دلار که برای خرج نظامی و نمیدونم ارتش و CIA و اینا میشه، در نظر یک افرادی داره که اینا تمام متفکرینی هستن که برنامه ریزی میکنن. اما چی کم داره؟ همون اخلاقه که پایه اساسی هست و تأکیدی که هستش که در قرآن اول به تزکیه اشاره کرده، قبل از اینکه صحبت کتابت بکنه و قبل از اینکه صحبت حکمت بکنه. بدون وجود این نمیتونه عدالت اجتماعی وجود داشته باشه، اگر اون نباشه. اما اون چیزی که ما داریم در مورد عدالت اجتماعی صحبت میکنیم اشاره شد که
اخلاق مسئله رو حل میکنه. به نظر من اخلاق مسئله رو حل نمیکنه. همونطوری گفتیم باید علت و معلول رو پیدا کرد، به دیالکتیک نگاه کرد، به تأثیر پدیده ها روی همدیگه نگاه کرد. حکمتی که ما داریم صحبتش میکنیم حتی در روانشناسی، جامعه شناسی و مخصوصا اقتصاد داره مسئله رو میکنه. الان تو جدانی که وجود داره هدف سیستم سرمایه داری چیه؟ فقط سوده، نه بهبود زندگی انسان ها، نه بالا بردن سطح زندگی انسان ها، از بین بردن زور، فقط سوده، نه برآورد کردن نیازها و بهبود زندگی انسان ها. در نتیجه مسئله اقتصادی و ریشه‌های اقتصادی رو ما باید مطالعه بکنیم، ببینیم که چرا این سیستم اینطوری شده که به این مرحله از قساوت و شرارت رسیده. همینا راستای ریشه‌های اقتصادی داره، مسائل فرهنگی و نمیدونم اجتماعی هم درش دخیل هستش. اما مسئله که وجود داشت از مورد این که تأکید کردیم که این فقط پای اساسه و علم هم باید داشته باشیم و بدون اون وجود اخلاق هیچ کاری ما رو نمیتونیم بکنیم که در زندگی انسان ها تأثیری وجود داشته باشه در مورد این مسئله که داریم مطرح میکنیم. و اگر ما مسئله که میگیم که قرآن کتاب قانون باشه، چطور میتونه در این جهان هستی و برداشت انسانی، دانش انسانی، تفکرش داره در حال حرکته، جهان در حال حرکته. خداوند میگه من تو رو خلیفه جهان هستی کردم، چطور ما میتونیم خودمون رو حتی محدود به کره زمین بکنیم؟ نمیتونی. تمام کهکشان‌ها رو در اختیار ما گذاشته. اون چیزی رو که ما در جهان هستی میبینیم، به آسمان‌ها نگاه میکنیم ببینیم و اون ماده هست، فقط 5% رو ما تونستیم ببینیم. هنوز شناخت نداریم به 95% که بلک هول هستش و بلک ماتر هست. هنوز ما نمیشناسیم اینا رو، در صورتی که مالکش هستی. در نتیجه همه چی در حال حرکته، همه چی در حال دگرگونیه، تفکر انسانی در حال، نیازهای انسانی در حال دگرگون شده. چطور میتونه قانون ثابت باشه؟ نمیتونه، چون نمیتونه به نیازها و برداشتها و شرایط موجودی که در حال حرکته باید یه چیزی باشه که در حال دگرگون شده و بهبود و هدفش نیاز طرف کردن نیازهای مردمی باشه، نه فقط سود. این در تایید هست صحبته که شما مطرح کردی. پس اخلاق مسئله موضوع ریشه‌ای هست و الان در جهان هستی که ما نگاه میکنیم، بله، هم کتابت رو دارن، هم علم و حکمت رو دارن و خوبم دارن، اما اخلاق وجود نداره که باعث این همه کشتار و بی‌خانمانی و همین نشده. کاملا فرمایشاتون صحیحه. من ضمن سپاسگزاری از شما فقط گله‌ای میکنم از شما که مدتی است که از فیض شنیدن صدای شما محروم بودیم، فکر کردم ممکن مسافرت باشید یا به هر حال بیشتر به این برنامه و به ما توجه بکنید. ضمناً ما روز یک شنبه احتمالاً انشاءالله برنامه زنده خواهیم داشت و میخوام که از جناب عالی یک مطالعه‌ای بفرمایید اگر احتیاج باشه، البته راجع به فلسفه اخلاق به صورت کلاسیک. اصلا فلسفه اخلاق یعنی چه؟ و منظور من اخلاق فلسفی نیست، فلسفه اخلاق و تقسیم بندی کلاسیکی که در فلسفه اخلاق کردن. یعنی امروز دنیا به جایی رسیده که اخلاق تبدیل به فلسفه شده و برای هر کاری یک فلسفه اخلاقی وجود داره، من جمله در تکنیک، من جمله در علوم، که مطالعه بفرمایید و یک مقداری منو یاری کنید در این قسمت. انشاءالله اگر روز یک شنبه عمری بود برنامه زنده خواهیم داشت و از حضور حضرت عالی هم استفاده خواهیم کرد. خیلی متشکرم. من فقط باید یادآور بشم که من اینقدر در این موضوعاتی که شما مطرح کردید آموزنده برای من بوده و واقعا اصلا دلم نیومده تلفن بزنم یا صحبت شما رو قطع بکنم. همیشه صحبتایی که میکنید اینقدر پربها برای ما بوده و اینقدر آموزنده بوده و واقعا حیف میدیدم که اصلا صحبتی بکنم، تلفنی بکنم و صحبت شما را قطع بکنم. در صورت خیلی ممنونم.
منتظر حضرت عالی هستیم. زنده باشید. منتظر تشریف فرماییتون هستیم روز یک شنبه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و آرزوی شنیدن صداتون رو مجددا دارم. خدا نگهدار. شب بخیر. بیننده محترمی که تلفن کردن، ما یکی دو دقیقه میتوانیم که فقط صدای ایشان رو بشنویم، عرض ادب بکنیم حضورشون و بعد به خداحافظی بپردازیم. سلام عرض میکنم، بفرمید. سلام عرض میکنم آقای دکتر، با تشکر بسیار از تمام رحمات شما زنده باشید و آرزوی توفیق بیشتر. من میخواستم در دنباله صحبتی که الان با اون جناب بود خدمتون عرض کنم که میدونید یه مقدارم باید از نظر واقعی به همه چیز نگاه کرد. زندگی بسیار سخت شده، حالا یا به خاطر اشاعه بیش از حد سرمایه‌داری یا به علت به هر حال آشنا کردن انسان‌ها با رفاه و لذت‌جویی، نشان دادن نمونه‌های از اونچه که میتونه خیلی آسون برای انسان به اصطلاح لذت‌های سطحی رو به وجود بیاره، اینها همه دست به دست هم داده و مسئله اخلاق و استانداردهای اخلاقی و همه اینها رو پایین کشیده. این یک مقدارم من فکر میکنم که سختی و روبرو شدن با واقعیت‌های زندگی امروزه که انسانها رو دور میکنه از همه چیز. میدونید البته وقتی همه به سن بالاتر میرسن یا وقتی فاجعه‌ای در زندگیشون به وجود میاد، از نظر اخلاقی خیلی به اصطلاح مطیع‌تر میشن و ولی در بحبوحه زندگی الان مثلا وقتی آدم خودش سعی میکنه که به جوانهایی که دور و بر هستن یا حتی در خانواده اشاعه مذهب و اعتقادات و فلسفه و اخلاق رو زیاد نشون بده، این رد کردن یک مقداری انعکاس اون چیزی هست که در دنیا الان داره میگذره. یعنی من فکر میکنم که تمام ناجیانم باید اینو در نظر بگیرند که این مسائل وجود داره. البته قرآن و حقیقت همه چیز به جای خوده، ولی واقعیت ها خیلی سخت میکنه همه چیز رو. برای همین استاندارد ها پایین اومده به جایی که انسان ها خودشون رو بالا بکشن. این خدمتتون میخواستم اینو من میخواستم که از حضورتون تقاضا بکنم که اولا بحثی که مطرح کردید یک بحث دامنه داریست و بسیار بسیار بحث مهم و اساسی و غیر قابل اجتنابه و توجه نکردن به این مبانی و اصولی که اشاره شد میتواند که هر اقدام اصلاحی رو بی ثمر و در واقع بی نتیجه بکنه و به همین لحاظ هست که من از بینندگانی که امروز همه کسانی که تماس گرفتن با ما همه از این زمره محسوب میشن، از همه کسانی که امشب با ما تماس تلفنی گرفتن تقاضا کنم که روز یک شنبه ما وقت بیشتری رو اختصاص بدیم و بلکه بتوانیم که به صورت کنفرانسی با شما عزیزان در حال بحث و گفتگو باشیم و ببینیم که این افرادی که امروز روی خط آمدن اینها نظرشون درباره و پیشنهادشون برای رفع این معضلی که واقعا هم وجود داره چیه و شاید که یک روشی پایه‌گذاری بشه که ما بتوانیم که از این طریق
غیر از این که اشکالات رو بررسی میکنیم، راه حل هایی رو که جامعه و افراد متفکری مثل خود حضرت عالی که به این نکات ظریف و پایه‌ای فکر میکنید، بتوانیم که نه اینکه مشکلات همه بشر رو ما حل بکنیم، ولی لااقل یک روزنه باز بشه، یک راهی باز بشه که به این حقایق دردناکی که اشاره فرمودید با یک نحوی مقابله بشه و سعی لااقل در معالجه این درد بشه، اگر هم به پایان نمیرسه این درد. و اون این است که ما چطور، برای بقیه بیننده ها عرض میکنم، ما چطور ذهنیت جوانهای خودمون رو از این لباس باطلی که بر دین کردن بتوانیم که به داخل دین هدایت بکنیم. یعنی ما چطور میتوانیم که خلع سلاح بکنیم از دین، یعنی این لباسی رو که قرآن میگوید که لا تلبسوا الحق بالباطل، بر این دین حق لباس باطل نپوشانید. الان ما جامعه ای رو که میبینیم که بیشترش مورد نظر من و همین خانم محترم جامعه جوانان است، جوانها به این پوسته باطل خارجی که روی دین کشیده شده، لباسی که باطل هست و بر دین کشیده شده، به این نگاه میکنند. و هرچی که شما با اینها صحبت میکنید، اینها از این لباس باطل برای شما دلیل ارائه میکنند. سوال من این خواهد بود از همه شما بینندگان ارجمند در ارتباط با فلسفه اخلاق که با اون عالی جناب قبلی صحبت میکردیم، که ما به یک سوال پاسخ بدهیم که ما با این لباس باطلی که روی دین کشیده شده و جوانهایی که هر کدامشان میتوانند که تغییر دهنده جهان باشند، قدرتی که اینها دارند و اینها با نیت خیر، با صداقت، با صمیمیت، وقتی که میخوان به این راه خداشناسی و اخلاق وارد بشن، با فساد، با دروغ، با تبعیض، با خرافات، با وحشت، با عدم امنیت، با نیرنگ، با دسیسه مواجه میشن و از همونجا خداحافظی میکنند و بر میگردند. حالا بعضی از این جوانها مؤدبند، چیزی نمیگن، در کنار ما هم مینشینند، یک آیه قرآن رو هم گوش میدن، ولی مرتب ساعتشون رو نگاه میکنند که کی این بحثای بیفایده تمام میشه که ما برویم مثلا مسابقه فوتبال در یه نگاه بکنیم یا به ورزش کنیم یا هر کار دیگه ای که میکنند. ما برای ببینیم، سوال من این است که ما چه کنیم که این پوشش باطل رو که مانع دیدار دین می شود و از هر طرفی که شخص میاد با این دیوارهای مزاحم، با این حاجبهای مزاحم روبرو می شود، ما چطور می توانیم یک قدمی در جهت تخریب این دیوار باطل برداریم؟ شما هم روز یک شنبه به ما ملحق بشوید و ما را در این مسیر مشکل همراهی کنید و نظریات سودمند خودتون را ارائه بدید. من از حضورتون اجازه خداحافظی میخوام و منتظر تشویق‌های مجددتون هستم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. بینندگان محترم، با این چند سوالی که دو شنونده قبلی یا سه شنونده قبلی و سرکار خانم شنونده آخری که مطالبی بیان فرمودن و یک دنیا مطلب جدید رو باز کردن و نقش اخلاق و نقش لباس باطل بر دین، که اینها بزرگترین آفتها و بلاهایی هستند که در زمان ما وجود داره، روش مقابله با اینها چگونه خواهد بود و ما و جامعه چه نقشی میتواند در این پاکسازی ذهنی داشته باشه. اونجا را که من به عنوان یک واژه، یک لغت، یک بیان کوتاه میتوانم عرض کنم این است که ما معتاد شده ایم که تجاوز کنیم و منتظر هستیم که به ما تجاوز کنند. یعنی ما در یک رابطه در واقع فاعل و مفعول قرار داریم که خود ما معتاد به تجاوز به دیگران هستیم و همینطور معتاد به تحمل تجاوز دیگران به ما هستیم. و باز برمیگردیم به بیان بزرگان ما که چندین قرن پیش چه نصایح گرانبهایی به ما کردند و به این ترتیب برنامه امشب رو به پایان میبریم. با بدان کم نشین.
با بدان کم نشین که صحبت بد گرچه پاکی گرچه پاکی با بدان کم نشین. نمیگوید اصلا نشین، نمیشود که اصلا نشینی. با بدان کم نشین که صحبت بد مصاحبت با آدم بد گرچه پاکی، تو پاک هستی، تو را پلید کند. میگوی نه، من خیلی بزرگم، من خیلی قدرت دارم، من خیلی ایمان دارم، من شیطان رو دود میکنم، من بدیها رو بخار میکنم، من فریب بخورم، من بیراهه بروم، استغفرالله. من با بدان کم نشین که صحبت بد گرچه پاکی تو را پلید کند. آفتاب به این بلندی را قطعه ابر ناپدید کند. زیبد که ز درگاهش نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درش افتاد. ایام خوش، خدا نگهدار. اگر عمری باشد روزی یک شنبه در حضور شما خواهیم بود. خدا یار نگهدار شما باشد.